کشتی المپیک پاریس 2024، کشتی آزاد. توی وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد دور اول مقابل زین ردرفورد از آمریکا قرار گرفت. خانه عزیز کشتی که مشاهده بفرمایید رحمان عموزاد لعنت به کار موفق میشه از خودش دو قاطی جهانی 2023 در 70 کیلو موفق شد مدال طلا بگیره، حالا به وزن پایین تر اومد. این سیستانی به اتمام میرسه همزمان با یک امتیازی که برای کشتی ما در نظر گرفته میشه در همین لحظه کشتی بگیره. کشتی ما پرسی یک دمه یزیر خب خواهد دو امتیاز شیر مادر نار پدر حلال دل آبه چالاک مبارزه میکنه، جنگنده و جسور کار میکنه. بازی 10 ثانیه با یه پیروزی شیرین دلچسب جانانه فاصله داری. اللحظه با فرصت ها به خوبی استفاده کرد. میزنه که تو عارف خودش رو تو خارج میکنه و موفق میشه یه امتیاز. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه. تمام. عموزاد 8-0 ردرفورد قهرمان جهان رو شکست داد. رحمان دور بعد مقابل اسلام دودائف از آلمان ایران از این میتابه کس کنه بعد در کارو یه لحظه حمله میکنه و یه زوری خما مال خود یک پارتی سگدر مهار میکنه و سعی میکنه بیره برای پیچ کمر از همونجا سعی میکنه به خاک میکنه دو امتیاز دیگه میگیره. سگدر مهار میکنه میره سمت یکی از همونجا خاک میره تو این خاک کنه اینجا موفق شد خاک دو امتیاز. دودائف قهرمان اروپا و اصالت داغستانی داره. گیری میره که خاک کنه عارف خودشه اینجا یک پارتی دیگه در پیرو تو شک خاک دو امتیاز. فیتو هست دیر دو خب درخت کرد میزنه زمین یک دو امتیاز مخالف مثلا اونجا خاک به تمام بکنه کارو نه یک امتیاز نه 9-0 بدون با یک بار دیگه سم میکنه خاک کنه خاک دو امتیاز. رحمان 11-0 دودائف رو شکست داد. عموزاد تو نیمه نهایی مقابل اسماعیل موسوکائف از مجارستان قرار داره مرتب کار میکنه. یک بار دیگه پای حریف تو خارج دو امتیاز. حریف خودش نمیده اصلا، میده بده یه دست تو کمر حریفم دست یه دست تو کمر چهار امتیاز. این بار ببینید این شکل میره با حریف خودش تمام خاک کنه تمام هست پای رفت تو خارج سور بی باک میده یه کتاب حریف خودش پاور تو خارج این دا پارتو یک میگه تمام به خلیل شریاب به بهشریاب به هموطنان از اون برای همه از اون که قلبشون برای ایران از این میتابه. رحمان کمتر از 3 دقیقه با نتیجه 10-0 موسوکائف قهرمان جهان رو شکست داد و فینالیست شد. ماشاءالله. پرچم بکشید یعنی. عالی بود رحمان جان. Not you, I am king. عموزاد تو فینال به مسافه کوتاه رو کیوکا از ژاپن طلا لطفی نداره. حالا یک بار دیگه قوس میکنه علی خودشو اصلا یه پیچ اجرا میکنه شرط برای فنون خود برای یک بار دیگه تعیین میکنه زیر به تقاضا اختیار برای کشتی ما در از دار وسط تذکر اینجا پری شده کارت کاملا بسته برای چیزی که زیر خط تدین میکنه بقام بر دیما دو شک پرتاب میکنه کیوکا با شکست اوتوگورو به المپیک رسیده بود. هم بود دیگه اون بتونه این بار جبران کنه، یعنی 9 امتیاز بگیره. اگه با تو رو روشن کنه. چرا؟ حالا با یه دستور اینه که خاک کنه عارف خودشو. به دنبال یه فنی دستور حل فهم کنه کول انداز به اجرا بذاره. اول بیان. یک دسته موفق میشه با یک دسته با رکبی عارف خودشو به پل بزنه 2 امتیاز بگیره. این کشتیگیر 2 طلای گرند پری رو کسب کرد. دیگه ذکر به اون نمیداره. هست. تا این دستم تلاش خودشو کرده. حریفم آماده است. برای دیگه اقدام کنه. خودشم اینجوری نامید شد. ما هم به مدال نقرش قناعت میکنیم بهش حسن نباشیم. رحمان عموزاد 3-10 شکست خورد و نقره ای شد. حریف ژاپنیش خوب بود، رحمان تلاشش رو کرد، نقره المپیک کم نیست و انشالله که بتونه تو میادین بعدی جهانی و المپیک دل هموطنان شد و هموطن عزیز شاد کنه. بعد از اینجا براش آرزوی سلامتی میکنم و خیلی دوستش دارم، انشالله بتونه به آرزوهاش برسه. 10 طلای جهان و 4 طلای المپیک، رحمان خیلی زحمت کشید و هیچی کم نذاشت به خاطر دل مردم و دل خانواده میجنگه که پرچم ایران بالا ببره. رحمان بحث تاکتیکی بود که تو خاک یه اشتباه کرد، بعد 9 امتیاز از دست داد که نمیتونست جبران بکنه. با این حال تلاشش رو کرد، جنگید، از جون مایه گذاشت و نقره المپیک هم بهش تبریک میگم، واقعا کم نیست. انشالله که بتونه با همین جنگندگیش دل مردم کشورش رو شاد کنه. تو این وزن اسلام دودائف و ریورا از پورتوریکو برنز گرفتن. توی وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا دور اول مقابل احمد تاجودینوف از بحرین قرار گرفت. در 2023 اون موفق شد قهرمان جهان بشه، قهرمان بازی آسیایی، قهرمان آسیا و حالا در کنار هولش بدن و هول دادن ها تون در میزنه، فنی کمر میزنه، فنون پرتابی میزنه. این 3 ثانیه به اتمام میرسه.
موسوکایوف کشتی خواهد گرفت، یک بار دیگه آذرتی را حمله و موفق یک امتیازی که بگیر از حریف خود. روی فاش خیلی بدل کار هست و شگرد داره و استران فنون زیادی رو داره، در تلاش است. حالا برزیل اقدام میکنه، یه زیر سر رو، یه زیر سر رو واسه میگه کارو به حریف خودش نمیده. کشتی خیلی شگرد داره، فن میزنه، اصلا جای پای حریف جای خارج میکنه، یک امتیاز دیگه میگیره، بجرا بذاره یک بار دیگه تا بکنه بلش جای خودش تبدیل میکنه به موچه پا، پای دیگه درو و خاک میکنه. بعد کار سخت و دشوار است، یک بار دیگه موچه پا زیرگیری میکنه، کشتی زیرگیری میکنه و موفق میشه خاک کنه. تاجودینوف اصالتی داغستانی داره، یک یورش از نظرم استفناراتی کشتی درش 100 الف برده، نگفت قهرمان جهان شد، اومد مبارزه کرد، جانانه مبارزه. آذرپیرا توی مسابقه نزدیک 4-3 مغلوب تاجودینوف شد و با توجه به فینالیست شدن تاجودینوف، آذرپیرا به شانس مجدد رفت و مقابل علیشیر یرگالی از قزاقستان مؤدب و توانمند در کشتی نتر جسور بیباک با تر قرعه سختی بیه برای جوری که درامون یه جوری دخم علیف با پاجت باشن خارج میکنه ماما ردمندی رو با علیف اندوکایش برگزار کنه یک بار دیگه، یک حمله و یک بار دیگه، همون که یکی رحمان عموزاد به فینال راه پیدا کرد و اینجا یک بار دیگه خواهد که امتیاز و طلای نقره برون برزی گرنزی دو خواهد تا دارد پاهم میزنه میمیتونی که خود کنی که خودشو جمع جور میکنه. ما هم داستانی داشت به سالون، به هر حال بیر برزی دو خواهد خواهد که امتیاز داوری. ما نمیخوام در مورد داوری صحبت کنیم، ما داوری دور از مسابقات خیلی خوب بود، نبود برای او بیر برای کننده هاست یعنی اینجا میتونم امتیاز پنال رحمان عموزاد رو با حریف ژاپنیش ببینید که امیدوارم دو کشتی با پیروزی. ثانیه پایانی، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام تمام. آذرپیرا با نتیجه 6-0 یرگالی رو شکست داد و مقابل کایل اسنایدر قهرمان المپیک قرار گرفت. چه خواهد کرد آذرپیرا؟ بخوام چه اجرا بده؟ وزیر اقدام میکنه، یه لحظه نمیتونه. بعد برگشت گیری، یه جوری بعد خلاص زیر سر رو. یک بار دیگه در تلاش دیگه میتونه دیگه خودش اجرا بذاره. حالا استاد دست کار میکنه. اول سه دوم دو بار سپ دلاورمون در از قهرمان جهان به المپیک در دیدار رده بندی وزیر وزیر اکان اتوشل اداره میکنه. میره وزیر بقم پایر فرد پشن خارج بکنه و موفق میشه یک امتیاز. یه نابغه هست رو هم، اما آذرپیرای ما تا این لحظه تحت تاثیر نام این حریف قرار نگیره و 34 ثانیه برای اقدام میکنه. در برگ حمله از کشیر ما پایر فرد خارج بکنه. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه، تمام. آذرپیرا 4-1 اسنایدر رو شکست داد و همراه با ماگومدخان ماگومدوف از آذربایجان برنزی شد. خوب بود همین حسین، ارزشش از طلا بیشتر بود می‌کشتی با این قرعه، با این مسئولیتی که قبل کشتی براش پیش اومده نمی‌دونست. دکتر کرانی گفت رباتش پاره است، واقعا عالی بود، روحیه داد دوباره به کادر فنی و به تیم. واقعا نمی‌دونست رباتش پاره است؟ نه دکتر کرانی بهش نگفت، ولی امروز صبح متوجه شدن که ACLش پاره شده. خدا قوت، درود به غیرتش. تو این وزن تاجودینوف با ضرب فنی کردن ماتاراشویلی از گرجستان طلایی شد. تو این مسابقات ایران 3 نقره و 1 برنز به دست آورد. با اینکه روسیه از مسابقات محروم بود، اما 3 کشتیگیر با اصالتی روسی تونستن طلا بگیرن. و همچنین کشتی آزاد ایران و آمریکا توی اتفاق کم سابقه المپیک رو بدون مدال طلا به پایان رسوندن. نظر شما راجع به این مسابقات و نتایج کشتی آزاد چیه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.